انتظار می رود دادگاه نیویورک پیرو درخواست دادستانی بعد از ظهر امروز دومینیک استراوسکان را از اتهامات خود تبرئه کند. بدین ترتیب رئیس سابق صندوق بین المللی پول بعد از نزدیک به 100 روز اجازه خواهد یافت خاک ایالات متحده را ترک کند و به فرانسه بازگردد. دادستانی منهتن به ریاست سایروس ونس روز گذشته با ارائه توضیحاتی 25 صفحه‌ای به دادگاه تاکید کرده که نفیسات و دیالو شاکی پرونده در طول دادرسی به طور سیستماتیک و پی در پی دروغ گفته است. مسئله که واکنش کنت تامسون وکیل شاکی را در پی داشت و گفت سایروس ونس نه تنها به این قربانی بیگناه پشت کرده، بلکه شواهد قانونی و پزشکی و دیگر شواهد فیزیکی این پرونده را هم نادیده گرفته است. در پی این شکایت آقای استراوسکان 14 ماه مه در فرودگاه نیویورک بازداشت شد و مجبور شد از ریاست صندوق بین المللی پول کنارگیری کند. پیش از آن آگاهان او را یکی از رقبای اصلی نیکولا سارکوزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه می دانستند.